جنوبی ناچار شد با زحمت و مشقت فراوان با ده ها اتوبوس حدود 1000 نفر رو از بین کادر نظامی، کارمندان دادگستری و زندانیان رو لباس شخصی بپوشونن و در استادیوم ورزشی آزادی بیرجند جمع کنن تا آبروشون نره. البته مگه آبرو دارن اینا؟ بریم با همین کلیپ رو ببینیم از حضور این رئیسی ملعون در بیرجند. با مردم با صداقت بودیم، بعد از این هم با مردم بسیار صادق خودمون با صداقت سخن خواهیم گفت. لذا از ابتدا تا الان با مردم با صداقت بودیم، بعد از این هم با مردم بسیار صادق خودمون با صداقت سخن خواهیم گفت. لذا صداقت. و از وقتی جوانان اعدام شدند، عملیات های مردم مبارز بیشتر شده و برای امام جمعه ها، قاضیان، مداحان و اطلاعاتی ها پشت سر هم هشدار میفرستند که کارتون، یعنی آرامشی برای شما نخواهد ماند در ایران، مطمئن باشید. ببینید که بچه ها کوکتل مولوتوف درست میکنند، بنزین میبرند، میریزند، تمام این بیلبوردا رو آتیش میزنن، خونه های امام جمعه ها، خونه های مداحان در شهرهای مختلف هدف کوکتل مولوتوف هموطنان مبارز و آزادی خواه قرار گرفته. باید چنین باشه. ما تا اسلحه نداشته باشیم، تا مسلح نباشیم، نمیتونیم موفق باشیم. با اینها باید با زبان خودشون رفتار کرد و درخواست همسر زندانی سیاسی وفا آذربار، بله آقای وفا آذربار که همسرشون صحبت میکنه و میگه که وفا و دوستانش بدون دسترسی به وکیل و با اعتراف اجباری به اتهام همکاری با موساد متهم شدند، در حالی که اونها تنها برای آزادی و دموکراسی برای ایران فعالیت میکردن. ببینید جمهوری اسلامی هر کسی رو که گرفته براش پرونده سازی کرده، قبلا هم اینجوری بود، قبلا هم پرونده سازی میکردن. الان بیشتر جوانان آزادی خواهی که دستگیر شدن براشون پرونده درست کردن، یا پرونده قتل بسیجی ها، یا پرونده محاربه، تخریب اموال، از این جور داستان ها، و یا همکاری با موساد و سیستم های امنیتی جاسوسی غرب. خطاب به تمام کسانی که این ویدیو را میبینند، من گلستان ارژنگی اعلام میکنم که هم اکنون بیش از 140 روز از بازداشت همسرم وفا آذربار وسطن از دوستانش به نام های محمد فرامرزی، محسن مظلوم و پژمان فاتحی میگذرد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اتهام تلاش برای بمبگذاری و همکاری با اسرائیل را به آنها نسبت دادند، در حالی که همسر من و رفیقایش در زمان بازداشت غیر مستلع بودند و فعالیت سیاسی برای آزادی و دموکراسی مردم ایران انجام دادند. مانند همه این عزیزانی که امروز در خیابانها هستند و از سیاست های این رژیم بیزار هستند، اما زیر شکنجه های جمهوری اسلامی که این روزها برای تمام جهانیان به اعتراف گیری اجباری رژیم معروف است، مجبور شدند به عمل نکرده اعتراف کنند. عزیزان من، این رفتار جمهوری اسلامی برای اعتراف گیری های اجباری و بیخبری مطلق از عزیزان من، نگرانی ما را بسیار جدی و چند برابر کرده است. لطفاً صدای زندانیان سیاسی باشید و ما را هم. بله، با این امید که همه زندانیان سیاسی به زودی زود آزاد بشن و قتل یک هموطن دیگر زیر شکنجه مزدوران خامنه ای، احمد گودرزی فرزند اکبر در مراسم 40 حدیث نجفی دستگیر شد. او از ورزشکاران و قهرمانان کشتی شهرستان بروجرد ساکن قلعه حسن خان بود و 3 هفته زیر شکنجه بود. بعد از 3 هفته با بدنی کبود و قفسه های سینه شکسته جنازش رو به خانوادهش تحویل دادند. ببینید چه ورزشکاری، چه واقعا نمیدونم این حکومت
چطور میتونه ادامه ی حیات بده بعد از چنین جنایاتی؟ خبری از ایران به دستم رسید در مورد درگیری مزدوران رژیم با مردم در روستای جوانرود که دو کشته و یک نفر زخمی بدحال به همراه داشته. در این درگیری یکی از مزدوران هنگ مرزی پاوه و یک نفر از اهالی دلتای تاجزبز کشته شدند. بله ببینید، حتی این اعتراضات کشیده شده توی روستاها. معمولا روستاهای ایران هرگز خودشون درگیر اعتراضات نمی کردن، ولی الان به جایی رسیده که مردم روستاها هم به تنگ اومدن. رامین اعتمادی، معترضی که در تمام طول جلسه رأی‌گیری برای اخراج جمهوری شیطانی از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل طرح یخی نقشه ایران رو به دست گرفته بود در سرمای منفی 0 درجه، درود بر این هموطن غیور و وطن پرست ما که این کار زیبا رو انجام داده. بله ببینید که این انقلاب شاهد مبتکرانه ترین انواع اعتراضاته و این هم خودش یک نماد اعتراضی بود که این هموطن عزیز انجام داده، ایرانی که با یخ درست شده بود. هنر نزد ایرانیان است و بس، و تنها یکی از دلایلی که چرا باید استفاده از پول نقد رو جایگزین استفاده از کارت‌های بانکی بکنیم. یکی از هموطنان ما به زبان بسیار ساده و راحت این مهم رو توضیح میده، با هم بشنویم. من میخوام به زبان خیلی ساده، یعنی ساده ترین زبان، میدونی چوپونیه، اینو واسهتون توضیح بدم که شما با پول نقد خرید کنید یا با کارتتون خرید کنید چه اتفاقی میفته. فکر کنید این همه پولتونه و پولتون نقده، شما به رفیقتون اینو میدی، اون هم میره لباس میخره، لباس پوره میره گوشت میخره، گوشت فروشه کارت، یعنی اینو بدهیشو میده به قصابه، قصابه میده گوسفند میخره، اون میره شیر میخره، درست شد؟ حالا اگه کارت به کارت کنید چی میشه؟ من برای رفیقم کارت به کارت میکنم، بانک یا همون دولت میگه خب این کارمزدت، اون میره باش گوشت میخره، میگه خب شما مالیات بدی، کارت کشیدی دستگاه پست، گوشت بروشه میره لباس میخره مالیات، اون کارت به کارت میکنه برای زنش، زنش کارت به کارت میکنه برای بچهش، این همون پولا انقدر میره میاد تا همه اینا میشه مال اونا، هیچی مال ما نمیمونه، پول مفته ها. میگه خب آقا مردم ریختن تو خیابون ناراضی هم، میگه خیلی خوب اینو بده گردان عمار، اینو بده گردان ابوذر، اینو بده یاسر، اینو بده بسیجی ها بریزن مردم بکشن، میگن این چی؟